این صحبت ها با این هدف بیان میشه که بتونه اثر روانی که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه در داخل کشور به وجود بیاره نسبت به عملیات نظامی که علیه اسرائیل داشت رو از بین ببره. واقعیت اینه که ما هیچ وقت نباید دشمن رو دست کم بگیریم. در مورد جمهوری اسلامی هم یک واقعیتی که وجود داره، علارغم اینکه یک بازیگر کاملا غیر منطقی هست، جمهوری اسلامی این رو نشون داده که توانایی این رو داره که بتونه خودش رو تطبیق بده با شرایط. به چه معنا؟ به این معنا که بعد از انقلاب 57 کشورها ارتباطات نظامی خودشون با جمهوری اسلامی و همکاری‌های نظامی خودشون با جمهوری اسلامی رو قطع می‌کنن. دانشگاه‌ها در زمینه‌های نظامی و استراتژیک دیگه حاضر نمی‌شن به جمهوری اسلامی مشاوره‌ای بدن یا همکاری داشته باشن و با اون رژیم تحریمی که به وجود میاد، در عدم وجود یک سیستم تحقیق و توسعه نظامی، جمهوری اسلامی از نظر نظامی به شدت ضعیف میشه. همینجا میاد خودش رو تطبیق میده، دکترین نظامی خودش رو استوار میکنه بر دو اصل. گروه های نیابتی، برنامه موشکی که بعدا برنامه پهپادی هم به اون اضافه میشه و در حال حاضر داره برنامه شهپادی رو به اون اضافه میکنه. خب در چنین شرایطی جمهوری اسلامی معادله بازی رو جوری سعی کرده تغییر بده که در نبود تکنولوژی که بتونه بهش کمک کنه سلاح‌های پیشرفته دقیق تولید کنه، دست بزنه به تولید انبوه سلاح‌های کم کیفیت به هدف ایجاد یک عدم توازن اقتصادی در جنگ‌هایی که پیش رو داره. به این مفهوم که جمهوری اسلامی برای سلاح‌هایی که در هست که بین چند صد هزار تا چند میلیون دلار میتونه هزینه در بر داشته باشه، این معادله‌ایه که جمهوری اسلامی داره سعی میکنه الان معرفی کنه. در زمینه نظامی موفق نبوده، در زمینه نظامی به این مفهوم که بتونه به اهدافی که میخواد برسه، هدفی رو از بین ببره، هدفی رو ساخت، موفق نبوده. سیستم های پدافند هوایی پیشرفته به عنوان مثال اسرائیل موفق میشن که این موشک های پهپاد ها رو ردگیری کنن و اونها رو ساقط کنن، اما به هر حال این فرم از جنگ، سلاح گسترده و عدم توازن اقتصادی، ما این رو هم داریم الان در جبهه اوکراین ملاحظه میکنیم که برای ناتو مسئله ساز شده، همین رو در دریای سرخ داریم ملاحظه میکنیم که برای تجارت آزاد جهانی دردسر ساز شده. برای همین هر چند که جمهوری اسلامی تکنولوژی و دقت در دست نداره، اما نباید اون رو دست کم گرفت و به عنوان یک خطر بین المللی مطرح هست. خب آقای مدرس، به نظر میرسه جمهوری اسلامی بعد از اینکه سیستم راداری پدافند دفاعی خودش در تأسیسات نطنز به سادگی مورد هدف قرار گرفته، پیام مهمی هم دریافت کرده. آیا به نظر شما جمهوری اسلامی به رغم سرمایه‌گذاری بر روی سیستم موشکی و پهپادی خودش، الان به دلیل ضعف سیستم پدافند دفاعی متوقف شده به نوعی یا نه؟ ببینید، مسئله اینه که ما با یک بازیگر کاملا غیر عقلانی روبرو هستیم و در چنین شرایطی دقیقاً به مثابه همون که در داخل کشور اومدن چند سیستم ضد اطلاعاتی موازی ایجاد کردن، بدون یک سیستم ضد اطلاعاتی درست، همین کار رو در سیستم‌های آفندی پدافندی هم انجام دادن. جمهوری اسلامی اونقدر که سرمایه‌گذاری داشته رو برنامه موشکی و پهپادیش، بر روی حرکت‌های تهاجمی خودش، بهتر بگم در زمینه دفاع، نتونسته سرمایه‌گذاری های درستی انجام بده. تعداد بسیار محدود 300 رو با 1001 مشکل تونستن بالاخره از روس‌ها بگیرن و شاهد این بودیم. اون یکی از استراتژیک ترین نقاطی که جمهوری اسلامی سعی می‌کرد با این 300 از اون دفاع کنه در اصفهان، که سعی می‌کرد یک چتر حمایتی ایجاد کنه برای ساختارهای نظامی، برای تأسیسات هسته‌ای خودش، رو اسرائیل به راحتی میاد بخش راداری اون رو از بین میبره و این پیغام رو به جمهوری اسلامی میرسونه که اگر ما نیاز باشه عملیاتی انجام بدیم، پیشرفته ترین تسلیحات پدافندی شما هم توانایی این رو نخواهد داشت که بتونه ما رو ردگیری کنه. برای همین ما شاهد یک عدم توازن توسعه یافتگی شدید هستیم در بین سیاست‌های تدافعی و تهاجمی جمهوری اسلامی که از همون عدم وجود عقلانیت و تخصص در این سیستم داره نشأت میگیره. و خیلی کوتاه بگین و این موضوع چقدر میتونه خطرناک باشه برای حکومت جمهوری اسلامی؟ ببینید، برای حکومت جمهوری اسلامی میتونه خطرناک باشه، برای کشور هم میتونه خطرناک باشه. یعنی این دو بُعد داره، به خاطر اینکه ساقط شدن جمهوری اسلامی یک بحثه، ولی اینکه به مدت 45 سال یه همچین مسئله بخواد نهادینه بشه در کشور، میتونه حتی در دوران پس از جمهوری اسلامی هم زیرساخت‌های دفاعی ما رو تضعیف کنه. این مسئله‌ای که به وجود میاد.